سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان. رئیس خدمت تکنیکی و سکتوری ولایت بلخ میگوید مطالعات روی بازگشایی مجدد بندر کرفت که ولایت بلخ را به کشور ترکمنستان وصل میکند آغاز شده است. مسئولان در بلخ میگویند بازگشایی این بندر میتواند روی تبادل کالاهای بازرگانی میان افغانستان و ترکمنستان تاثیرگذار باشد. وقوع حملات توریستی در ترکیه، کودتای نافرجام جمعه شب گذشته و تنش و نارامی های ناشی از آن صنعت گردشگری این کشور را بیش از پیش دچار بحران کرده است. مشکلات امنیتی و تنش سیاسی اکنون موجب شده شرکت های هواپیمایی آمریکایی پروازهای خود به ترکیه را متوقف کنند. کمپانی لوفت، هانزا و ایر فرانس نیز تعداد پروازهای خود به این کشور را به طور قابل توجه کاهش داده است. ترکیه ششمین مقصد گردشگری دنیاست. این کشور به طور متوسط سالانه پذیرایی 236 میلیون تورست می باشد. صنعت گردشگری 6% تولید ناخالص داخل این کشور را تأمین می کند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید یکی از چالش‌های بزرگ فرارایی از سرمایه‌گذاری در افغانستان نبود یک سیستم کارا و شفاف بیمه میباشد. شرکت بیمه ملی افغان این ادعا را رد کرده، میگوید که بزرگترین چالش سر رایی از سرمایه‌گذاری نبود امنیت میباشد و در این قانون مشکلات هم وجود دارد. و برای بحث بیشتر آقای بشیری با ما اینجا هستن، آقای امور اقتصادی. آقای بشیری خیلی هم خوش اومده. سلامت باشین. زنده باشین. آقای بشیری، مشکلاتی که در قانون فیلی بیمه وجود داره در حال حاضر چی میتونه باشه؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما، همکاران تکنیکیتان و مردم عزیزمو. قابل یادآوری میدانم که من مشاور مطبوعاتی بیمه ملی افغان هستم. بله. و در مورد سوال شما که در بحث چالش ها و خصوصا مشکلاتی که فرارای قانون بیمه ما در کشور داریم خدمت شما عرض شود که شرکت بیمه ملی افغان همونطور که از تاریخش پیدا هستند یک سکتور کاملا دولتی است و در سال 1343 ایجاد شدند یا تأسیس شدند و از سال 1343 به این طرف خدمات امور بیمه‌ای را به کشور خصوصا برای جامعه اقتصادی تجاری و برای مردم ما در جامعه عرضه می کنند و یک سیر تاریخی بسیار خوب را و یک کارنامه بسیار خوب را در تاریخ 50 ساله یا 50 چند ساله خود دارم. خوشبختانه شرکت بیمه ملی افغان بعد از تأسیس و پیدایشش تا کودتای 1357 حدود 46% کشور انگلستان یا یکی از بیمه های انگلیسی سهمدار بودند که بعد از کودتای 1357 سهم انگلیس ها دولت وقت توسط دولت وقت خریداری شدند و کلا به اقتصادی دولتی تبدیل شدند و در از سال 1355 تا سال 1365 خورشیدی در شرکت بیمه ملی افغان تمام مامورین دولت افغانستان در بیمه صحت به شکل جبران یا جبری بیمه صحت داشتند و بعد از سال 1365 میکانیزم روی هم رفته آهسته آهسته کم رنگ شدند و دولت هم یا دولت وقت علاقمندی نگرفتند که مامورین دولت به شکل جبری تحت خدمات بیمه صحت قرار بدن. بشیری، چقدر قانون فعلی با معیارهای جهانی قوانین بیمه مطابقت دارد؟ تشکر. مشکلات را که ما در قانون بیمه داریم یک بحث چند ماده هستند که عبارت از ماده 52, 53 و 54 قانون ترافیک جاده هستند که اداره بیمه ملی افغان و متصرف ارادجات و مالکین موترها را و دریورهای محترم مکلف به تحت پوشش قرار دادن بیمه موتر یا وایکل انشورنس کردن و یک استدلال وجود دارد که صراحت مکلفیت قانون فقط برای اداره بیمه و متصرفین ارادجات داده شده
روی از این ملحوظ ما تلاش کردیم در چند سال اخیر که این قانون تعدیل شود و یک مکلفیت به اراده اداره محترم ترافیک و نهادهای زیربطه که در قضیه با ما باید همکاری کنند ایجاد شود که متاسفانه تعدیل قانون بیمه در سال 1392 دوبار از طرف مجلس کشور رد شدند و فعلا در بحث معیارات نظر به شاخص هایی که ما نزد خود داریم و تعیین کردیم، نظر به جو اقتصادی و اجتماعی کشور و نظر به شرایط سیاسی و امنیتی کشور، عرضه خدمات بیمه ملی افغان، طرز العمل کاری، پروسیجرهای ما کاملا معیاری هستند و سکتور آماده خدمت و عرضه خدمت است. خیلی خوب، این سیستم از جدید است یا از گذشته ها باقی مانده؟ چقدر روی این کار شده و بازم چقدر باید روی این کار صورت بگیرد؟ خب قسمی که در شروع یک معرفی کوتاه از سکتور بیمه ملی افغان یا شرکت بیمه ملی افغان داشتم خدمت شما، ما یک تصدی کاملا دولتی هستیم که از سال 1343 به این طرف که تأسیس شده فعالیت داره و خدمات امور بیموی را در زوایای مختلف در کشور مثل جامعه اقتصادی تجاری و مردم عام ما عرضه می کنم و همواره ما در تلاش بودیم که ارزش بیمه را روی روندها و فرایند تعاملات اقتصادی، تعاملات تجاری و خصوصا زندگی اجتماعی مردم ما این را فرهنگ سازی کنیم و آگاهی دهی بسازیم و خصوصا اعتماد سازی کنیم میان جامعه اقتصادی و تجاری، صنعتکاران، تولید کننده ها، متشبثین خصوصی هم از متشبثین کوچک، متوسط تا بزرگ و بتانیم که از مزایای بیمه من حیث یک عامل مدرن توسعه که امروز در جهان شناخته شده ما هم استفاده کنیم و مساهم خود به عنوان یک سکتور اقتصادی دولتی در راستای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی در افغانستان داشته باشیم که خوشبختانه پلان‌های استراتژیک و برنامه‌های آگاهی دهی و فرهنگ‌سازی را که ما روی دست داشتیم به منظور رساندن ارزش این مکانیزم مؤثر اقتصادی برای مردم ما و خصوصاً برای تولید کننده و صنعتکار ما دایر نمودن سیمینارهای امور بیموی بودن که ما برنامه ها و جلسات و سیمینارهایی را دایر کردیم و از نهادها و سازمانهایی که زیربط قضیه هستند با خدمات ما ربط دارند دعوت به عمل صورت گرفت و به شکل بسیار مؤثرش ما خدمات بیمه را پالیسی نامه های خوده و پروسیجر های کاری خوده بر از اونا ارائه کردیم و سیمینار دادیم، نظریات از اونا را جمع آوری کردیم در به منظور بهبود کار و به منظور نوآوری در عرضه خدمات ما که خوشبختانه اتاقای تجارت و صنایع کشور، پارکای صنعتی کشور، اتحادیه ملی کارگران کشور، اداره محترم آیسا از جمله سازمان های هستند که همکاری بسیار خوب و تنگاتنگ را ما تانستیم که با این نهادها و ادارات ایجاد کنیم. آقای بشیری، در حال حاضر این شرکت چقدر ظرفیت داره و طریقی بیمه شما چگونه هست و در حال حاضر چند نوع بیمه هم وجود؟ قسمی که پیشتر خدمت شما عرض کردم در بحث معیارات نظر به شاخص هایی که ما تعیین کردیم که یکی از شاخص ها امنیت است و یکی از شاخص ها توان خرید مردم ما و وضعیت مالی و پولی تولید کننده و صنعتکار کشور هستند. ما به اساس از این شاخص ها خدمات خود عرضه می کنیم با معیاراتی که نظر به جو اقتصادی کشور، جو سیاسی و امنیتی ما مناسب هستند. ما ظرفیت های بسیار خوب داریم خصوصا در بحث بیمه حریق یا فایر انشورنس که یک مکانیزم مؤثر و حیاتی برای جامعه صنعتکار و تولید کننده ما هستند و در بحث بیمه کارگر و کارمندان که من حیث بزرگترین عامل تولید ما میپنداریم کارگر در تئوری های اقتصادی ما ظرفیت های خوب داریم و سکتور آماده خدمت هستند و در دو ربع سال مالی 1395 به گونه نمونه و یا مثال ما در حدود تقریبا 200 میلیارد افغانی جایدادهای تجاری و اقتصادی را
تحت پوشش خدمات امور بیمه‌ای قرار دادیم. در حال حاضر آقای بشیری چی فکر میکنید که مردم چرا هنوز هم با قوانین بیمه آشنا نیستند و بیشتر اونا با سیستم بیمه آشنایی ندارند و اون قدرم که دیده میشه علاقمندی ندارند؟ چگونه شود که اینا بیشتر علاقمندی پیدا کنند و سیستم بیمه بیشتر مروج شود در بین مردم؟ چالش های فرهنگ سازی، آگاهی دهی و مردمی سازی سکتور بیمه را من حیث یک مکانیزم مؤثر اقتصادی، تجاری و اجتماعی ما در دو کتگوری تقسیم کردیم، یکی کتگوری نرم افزار و یکی کتگوری سخت افزار. کتگوری نرم افزار عبارت از کتگوری چالش های ما هستند که ما توان مدیریت از دور سکتور خود ما دارن، و کتگوری سخت افزار عبارت از یک سری از چالش ها و مشکلات فرارای رشد و انکشافی سکتور هستند که به تنهایی از توانایی سکتور بیمه خارج هستند و باید که هماهنگی و همکاری نهادهای زیربط را که ما محسوس میکنیم یا احساس میکنیم که همچون نهادها زیربط هستند با ما لازم است. فرض مثال یکی از چالش هایی را که ما در کتگوری سخت افزار جای دادیم تعدیل قانون بیمه هستند که سکتور بیمه به تنهاییش نمیتونه بیمه را قانون تعدیل کنند، و همونطور که در سال 92 هم دوباره از طرف مجلس تعدیلش رد شد، چندین ارگان مشترکاً کار کردن بالای تعدیل بیمه، وزارت محترم مالیه بودن، وزارت محترم عدلیه بودن، نماینده های دادگاه عالی کشور بودن و همچنان نماینده های سکتور بیمه ملی افغان. و در بعضی از چالش های دیگه که ما نتانستیم تا امروز متاسفانه به طور کلی و شاید بایدش این میکانیزم در کشور فرهنگ سازی و اعتماد سازی بیشتر کنیم و آگاهی مردم بلند ببریم، چالش امنیت است در افغانستان که متاسفانه به اثر عدم ثبات امنیتی و عدم ثبات صلح و ثبات در کشور ما نتانستیم که در اکثری از نقاط کشور ما کمپاینای آگاهی دهی خود در مورد از این میکانیزم اقتصادی برا بندازیم، که خوشبختانه ما فعلا در 22 ولایت کشور نمایندگی داریم و در 22 ولایت کشور فعالیت داریم. ما اونجا میتونیم خدمات عرضه کنیم و دفاتر بیمه ملی افغان فعال هستند و خدمات عرضه میکنند. خیلی خوب. آقای بشیری، در کشورهای دیگر دیده میشه که بیمه به شکل جبری میباشه بر اونا، و اینجا چطور شود که اینجا هم به اون شکل یا به اون قانون تطبیق شود که برای این مردم آشنایی بیشتر با بیمه داشته باشن یا سیستم بیمه؟ بسیار خوب. در تمام جهان سه نوع بیمه نامه جبری هستند به شکل انترنشنالی یا گلوبالی، که عبارت از لایف انشورنس یا بیمه زندگی هستند، هلت انشورنس بیمه صحت هستند، و وایکل انشورنس یا بیمه وسایل نقلی هستند. این سه بیمه نامه در تمام جهان اجباری هستند. ولی آنچنانه که شما آگاه هستین که ما زمانی که یک جامعه را میخواییم مورد تحلیل و مطالعه قرار بدیم تا جامعه را سوق بدیم به طرف توسعه، ابعاد و زوایای مختلف را باید مورد مطالعه، تحلیل و تجزیه قرار بدیم، نظر به جو سیاسی و اقتصادی و موقعیت جغرافیایی و طبیعی از او کشور، که عوامل، عناصر و پدیده ها را بتانیم مشخص بسازیم تا روی از او فرصت ها و عوامل سرمایه گذاری صورت بگیره، تا بتانیم تا دراز مدت یک جامعه را و یک ملت را به طرف توسعه بکشانیم. خوشبختانه که در کشورهای همسایه ما، در منطقه ما و خصوصا در کشورهای جهان میکانیزم بیمه رشد سرسام‌آور خود داشته و در یه آخر من حیث یک عامل مدرن توسعه اقتصادی شناخته شده، و همیشه تمام بیمه ها در جهان یک شیلد بسیار مؤثر یا یک سپر بسیار مؤثر در مقابل عوامل و حوادث خصوصا در فرآیند های اقتصادی و تجاری قرار گرفته و تانسته که جبران خساره کنه، و حتی از سقوط بعضی از متشبسین و تشبس کوچک به خط فقر و یا هم به بانکرپسی یا افلاس جلوگیری کنه. ولی متاسفانه که شرایط افغانستان نظر به جو سیاسی اقتصادی قسمی که بیشتر عرض شد خدمت شما، برای فعلا آماده نیستن، نه شرایط اجتماعی ما، نه شرایط سیاسی ما و هم اقتصادی و تجاری ما. آقای بشیری، 13 سال گذشت اما هنوز هم افغانستان آماده نیست و هنوز هم فرهنگ بیمه در افغانستان مروج نشده، و چند سال دیگر یا چقدر وقت دیگر باز هم نیاز است؟ بله، متاسفانه در 13 سالی که گذشت هنوز هم در افغانستان جنگ است. شما شاهد هستین که ما علنا یک کشور هستیم در حال جنگ،
و ما برای تطبیق میکانیزم ها، برنامه ها و برنامه های استراتژیک اقتصادی و اجتماعی به ورک اسپیس ضرورت داریم، یعنی به فضای کاری ضرورت داریم. و فضای کاری همانا در افغانستان یک ثبات دائمی و صلح دائمی و ختم جنگ هستند. متاسفانه ما هیچ برنامه اقتصادی و انکشافی خود نمیتونیم که در یک کشوری که در حال جنگ باشند و او را تطبیق کنیم، در حالی که ما برنامه های استراتژیک را طرح کردیم. ما برنامه استراتژیک 5 ساله انکشاف بیمه ملی افغان را طرح کردیم و برنامه هستند که نظر به جو اقتصادی افغانستان و نظر به تمام شاخص های اجتماعی اقتصادی و سیاسی که در جامعه ما حاکم هستند و ما میتونیم که با او شاخص ها پیمایش کنیم ارزی خدمات خود در ادوار مختلف و در زمان بندی های مختلف. اکثریت از شاخص ها برمیگرده به اهمیت، اکثریت از شاخص ها برمیگرده به یک روحیه همکاری با تعهد و اراده ملی نهادهای دولتی افغانستان که با یک تعهد و اراده ملی با هم یک روحیه همکاری و همه جانبه را ایجاد کنند تا بتانیم که ما این میکانیزم به شکل درستش و معیاریش در کشور تطبیق کنیم. ولی همون قسمه که در شروع صحبت هایم خدمت تا نرس کردم، نظر به شاخص هایی که فعلا ما نزد خود معیار قرار دادیم، ارزی خدمات ما معیاری هستند. خیلی خوب. در کنار شرکت بیمه ملی افغان چند شرکت دیگر فعالیت دارد؟ خب همون قسمی که قبلا خدمت تا نرس کردم، شرکت بیمه ملی افغان یک تصدی کلن دولتی هستند و مربوط یا در ساختار وزارت مالی جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت میکنند. در پهلوی ما دو شرکت خصوصی یا شخصی دیگه هم فعالیت دارند که خدمات بیمه ویر ارزم میکنند. خیلی خوب. باز هم تلاش های شما چه هست که بیشتر فرهنگ بیمه را به افغانستان مروج بسازد؟ برنامه های بسیار خوب استراتژیک ما طرح کردیم که در تبانی و با فرصت های بالقوه را که مشخص ساختیم و ظرفیت های بالقوه را که در جامعه خود مشخص ساختیم که با استفاده و یا هم با سرمایه گذاری کردن بالای از او فرصت ها و ظرفیت ها ما میتونیم که میکانیزم بیمه را بیشتر فرهنگ سازی کنیم و اعتماد سازی کنیم. این شاخص ها مشخص شده، این فرصت ها مشخص شده و در تبانی به این فرصت ها ما برنامه های استراتژیک فرهنگ سازی خود را طرح کردیم و این برنامه ها خوشبختانه در حال تطبیق شدن هستند. یک نمونه مثال از تدبیر سیمینارها و جلسات بین نهادها و سازمانهای زیربط اجتماعی و اقتصادی خدمت شما عرض کردم که ما دایر کردیم. ما جلسات و سیمینارهای با اتاقهای تجارت کشور داشتیم، با اداره آیسا داشتیم، با اتحادیه ملی کارگران داشتیم، با پارکای صنعتی داشتیم. ما جلسات و سیمینارهای خود در سطح ولایات گسترش دادیم، با اتحادیه‌های صنعتی و صنفی در سطح ولایات سمینارها را دایر کردیم و بیشتر تلاش می‌کنیم که سکتور بیمه را تا حدی که امکانش است از نقطه نظر امنیتی و سیاسی و تا حدی که فرصت‌های بالقوه را ما بتانیم مشخص کنیم، این سکتور را بیشتر می‌خواهیم که فرهنگ سازی و آگاهی دهی بکنیم. نبوده بیمه چقدر میتونه که روی اقتصاد ما تاثیر منفی داشته باشه؟ بدون شک در بحث تاثیرات سکتور بیمه، خصوصا بالای تعاملات اقتصادی و تجاری و اجتماعی در کشور، خدمت شما عرض شده که ما میتونیم که تاثیر بسیار بسزا و مثبت خود در تمام عرصه های تجاری اقتصادی و اجتماعی داشته باشیم که این تعاملات ما بتانیم یک موثریت برشان و یک مسئولیت برشان ایجاد کنیم و این مسئولیت هستن که هم تولید کننده، هم صنعتکار و هم متشبس ما با یک خاطر حرام در بحث ایجاد تولید و در بحث فعالیت های اقتصادی و تجاری خود بپردازند و یک تعامل مثبت و همچنین و یا هم تعاملات مثبت اقتصادی و تجاری و اجتماعی کمک ما میکنه که حتی در ثبات سیاسی کشور خود ما نقش مهم و برازنده را بازی کنیم. خیلی خوب آقای بشری، در پایان برنامه هستیم و خیلی کوتاه میخواییم و حرفای اخیر شما را هم داشته باشیم. بسیار زیاد تشکر میکنم. من میخواستم که از تریبیون شما یک پیام بسیار مهم را خصوصا برای متشبسین، مردم عزیز کشور ما برسانم و تولید کننده و صنعتکار کشور خود برسانم و خصوصا وارد کننده و صادر کننده کشور خود برسانم که بیمه یک سپهر محافظتی هستند و میتونه که ما میتونیم با ظرفیت هایی که فعلا داریم یک مسئولیت کامله
برای جامعه اقتصادی و تجاری کشور ایجاد کنیم و با از این طریق با این میکانیزم ها و با کمک نهادها و سازمان ها ما هم خواهان ایفای نقش خود در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور خود هستیم. خیلی ممنون محمد شبیر بشیری، آقای امور اقتصادی و همچنان مشاور مطبوعاتی شرکت بیمه ملی افغان، از اینکه در زیربنا تشریف آوردین. و بیننده های عزیز، حال توجه کنید به نرخ بعد اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 94 پول، یک یورو 76 افغانی و 27 پول، یک پوند انگلیسی 91 افغانی و 32 پول، یک در همین مورد 18 افغانی و 23 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 8 پول، 1000 کلدار پاکستانی 650 افغانی و 4 پول و 1000 کلدار هندی 1030. و این هم نرخ طلا در بازار امروز کابل. یک گرم طلای کویتی 2450 افغانی، یک گرم طلای سنگاپوری 2400 افغانی، یک گرم طلای بحرینی 2300 افغانی، یک گرم طلای عربی 2350 افغانی، یک گرم طلای ایرانی 1900 افغانی. و این هم نرخ مواد اولیه. یک کیلو شکر 57 افغانی، یک بوری آرد خارجی 1640 افغانی، یک بوری برنج خارجی 1960 افغانی، یک لیتر تیل پترول 38 افغانی و یک کیلو گاز 37. سپاس از همراهیتان تا این دم. تا فردا، خدا نگهدار.